سلام و درود حضور شما بینندگان گرامی توجهتون رو به برنامه امروز رسانه های جهان جلب می با مقاله از خبرگزاری بلومبرگ درباره سانسور و سرکوب رسانه ای در ایران تحت حاکمیت آخوندها شروع می که در عنوان مطلب خودش نوشته رژیم ایران سرکوب رسانه های اجتماعی رو با محدودیت اینستاگرام گسترش میده در این گزارش اومده کارگزاران رژیم آماده میشن تا دسترسی به اینستاگرام رو بلوکه کنند و به این وسیله سرکوب رسانه اجتماعی رو به تنها پلتفرمی که آزادانه در اختیار همه بوده گسترش بدن. جواد جاویدنیا معاون امور سایبری دفتر دادستانی رژیم گفته که شورای ملی سایبری گامهایی رو تصویب کرده تا این نهاد خدماتدهی رو بلوکه کنه. بلومبرگ اضافه میکنه که اینستاگرام هم مثل سایر اونام توییتر، فیسبوک، یوتیوب و همچنین تلگرام به دلایل امنیت ملی داره به سمت ممنوع شدن میره. روزنامه واشنگتن تایمز در مقاله‌ای به نگرانی جهانی نسبت به آینده پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به خصوص در مورد رژیم ایران پرداخته و در عنوان مطلب خودش آورده اجرایی کردن پیمان منع جنگ افزارهای هستهی کره شمالی و ایران و نوشته که برای ربع قرن واکنش جهان نسبت به این موضوع با اعمال سیاست فشار دیپلماسی ناموفق و تحریم ها همراه بوده که مورد حمایت هم قرار نگرفته واقعیت پایه این هست که عدم تکثیر و گسترش سلاح های نیازمند اجرایی کردن این پیمان هست و باید هم به رسمیت شناخته بشه جهان در حال حاضر در آستانه یک فاجعه قرار داره اگر این دو کشور یاقی که منظورش رژیم ایران و کره شمالی هست متوقف نشن اونها بمب هسته خودشون رو به هر خریداری خواهند فروخت یا یا که اون رو به مثلا نیروهای نیابتی خودشون میدن تا فورا در یک جا منفجر کنند همچنین این موضوع منجر به سلسله ای از اقدامات و تلاش ها در جهت تکثیر سلاح های هسته ای اون هم به بهانه دفاع از خودشون خواهد شد در اینجا به تحولات جهان میپردازیم یکی از موضوعاتی که در سرتیتر بسیاری از رسانه های جهان قرار گرفته بازداشت یک شهروند آمریکایی توسط سازمان امنیت فدرال روسیه FSB در دهم ده دی ماه جاری به اتهام جاسوسی بوده نشریه هیل ارگان کنگره آمریکا به اون پرداخته و در عنوان مطلب خودش آورده سفیر هانسمن از آمریکایی بازداشت شده در مسکو دیدار میکنه و در ادامه مینویسه که یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به هیل گفت سفیر ایالات متحده در مسکو هانسمن دوازدهم دیماه با پل ویلان همین شهروند بازداشت شده در بازداشتگاه دیدار کرده همچنین در همون روز مایک پومپو وزیر خارجه ای آمریکا که در برزیل به سر می برد گفتش که ما به روشنی به روزها گفته ایم که انتظار داریم در مورد این اتهام ها به ما توضیح بدن و مشخص بشه که ماهیت این اتهام ها چیه و اگر خب بازداشت بیمورد بوده ما خواستار آزادی فوری این فرد هستیم روز سه شنبه مراسم تحویل بولسونارو رئیس جمهور جدید برزیل در کنگره این کشور در شهر برزیلیا برگزار شد. او در انتخابات اخیر ریاست جمهوری برزیل بیش از 55 درصد آرای انتخاباتی رو به دست آورد و البته رقیب انتخاباتیش همون فرناندو حداد هم کمتر از 45 درصد آرا رو به دست آورد. در این رابطه روزنامه واشنگتن پست در عنوان مطلب خودش نوشته با تحلیف بولسونارو برزیل به سرعت به راست چرخش میکنه و نوشته که بولسونارو از فرماندهان سابق ارتش که قول اقدامات شدیدی برای کاهش جرائم رو به افزایش و فساد گسترده رو داده بود روز سهشنبه به عنوان رئیس جمهور برزیل سوگند یاد کرده بولسونارو 63 ساله سوار بر نارضایتی مردمی علیه طبقه حاکم به قدرت رسید او وعده داده که بزرگترین کشور آمریکای جنوبی که منظورش برزیل هست در یک مسیر متفاوتی قرار بده و با وعده برقراری نظم و قانون با استفاده از مشت آهنین تونس رای و نظر مردم برزیل رو به دست بیاره روزنامه لس آنجلس تایمز به روابط تیره چین و تایوان پرداخته و در عنوان این مطلب آورده رئی جمهور چ... رئیس جمهور چین به تایوان هشدار داد که بحث استقلال فاجعه بار خواهد بود و نوشته که رئیس جمهور چین شی جنگ پین روز چهارشنبه به تایوان هشدار داد که بس بحث استقلال منجر به یک فاجعه خواهد شد و هر دو طرف باید برای اتحاد و یکپارچگی تلاش کنند و خواستار مذاکرات سیاسی برای رسیدن به این هدف بشن شی جین که در تالار بزرگ خلق, خلق چین سخنرانی می کرد گفت چین برای اتحاد به صورت اتحاد مجدد به صورت سلحامیز تلاش خواهد کرد اما استفاده احتمالی از زور برای کنترل این جزیره که اون رو استان متمرد مینامید رد نکرد برخورد قسمت سقف یک قطار باری با یک قطار مسافربری در دانمارک شش کشته به جا گذاشت و چندین نفر هم در این جریان در این حادثه زخمی شدند. روزنامه دانمارکی پلیتیکن در این باره نوشته اولین روز کاری سال نو میلادی به روز عزای عمومی تبدیل شد. این قطار مسافربری داشت به سمت کوپنهاک حرکت می کرد که با اشیایی از یک قطار باربری برخورد میکنه که علاوه بر تلفات جانی 16 نفر هم در این جریان مجروح میشد در زمان وقوع حادثه باد شدیدی میوزیده که سقف یک قطار باری رو با 550 تن بار از جا کنده و به قطار مسافربری که در حال حرکت در سمت مخالف بر روی پل گراند بلت بوده میکوبه در حالی که 12 ساعت از این حادثه میگذشته هنوز نتونسته بودند قربانیان این حادثه رو شناسایی کنند قتل و جنایت بیرحمانه در مکزیک قربانی دیگری رو گرفت فقط طی سال گذشته بیش از سی هزار نفر قربانی جنایات شدند روزنامه ال سولد مکسیکو در جدیدترین نسخه خودش به قتل شهردار شهر تلاکسیکاکو در مکزیک که به تازگی طی یک انتخابات محلی برگزیده شده بود پرداخته و نوشته پس از اون که اعلام شد آلخاندرو سانتیاکو شهردار شده توسط گروهی از افراد مسلح به قتل میرسه در جریان این حمله چهار نفر دیگه هم زخمی میشن قاتل توسط افرادی که در صحنه بودند دستگیر میشه آلخاندرو سانتیاکو که از جنبش احیای ملی بود به تازگی انتخاب شده است آخرین مطلب امروزمون رو با یک مقاله علم، به یک مقاله علمی اختصاص دادیم فضاپیمای نیو هورایزن متعلق به ناسا در سال 2015 بهترین تصاویر رو از سیاره پلوتو به نمایش گذاشت و از اون زمان تا کنون راهی کمربند کویپر و یک جرم کیهانی در اون موسوم به التیماتول شده روزنامه نیویورک تایمز طی مطلبی با این عنوان نوشته فضاپیمای نیو هورایزن تصاویر واضحی از التیماتول که شبیه آدم برفی هست رو به زمین ارسال کرده و نوشته که در یک کنفرانس خبری در روز چهارشنبه دانشمندان برخی نتایج به دست اومده از این شی یا حالا این سنگ آسمانی دوردست رو اعلام کردند. اولتیماتون یک سنگ آسمانی کوچک و یخی هست که نزدیک به هفت میلیارد کیلومتر با خورشید فاصله داره. به نظر میرسه که این شی از دو کره متصل به هم ساخته شده. یکی از این دو کره سه برابر اون یکی دیگه هست. همچنین تخمین زده میشه که طول اون سی و کیلومتر باشه. دانشمندان در حال حاضر با اطمینان میگن که اولتیماتول چهار و میلیارد سال پیش از اجرام آسمانی یخی و سنگریزه تشکیل شده و بعد این دو کره به همدیگه نزدیک شدند و به آرامی به هم متصل شدند خب بینندگان گرامی از همراهی شما تشکر میکنم و شما رو به خدا میسپارم خدا نگهدار